به نام خداوندی که همین نزدیکی هاست. سلام و ارادت خدمت شما بینندگان خوب این برنامه. امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم و قراره که دقایقی حرکات متنوعی رو تقدیم حضورتون بکنیم. دوستان خوب، چرا توی منزل ورزش میکنیم؟ خب خیلی ها میگن که حالا ما امکانات نداریم. بله، هم امکانات ساده ارزان قابل دسترس رو میشه استفاده کرد و یک سری حرکات رو با اون وسایل قابل دسترس انجام داد، هم تنوعی میشه و هم حرکت رو میتونه به شکل کاملتری هم انجام بدیم. یکی از ابزارهای ساده قابل دسترس استفاده از یک چوب ورزشی. شما تا دست یک تیک میتونه استفاده بکنید، یک چوب ورزشی رو درست بکنید و ببینید چه حرکاتی رو میشه انجام داد که ما در این برنامه به توقع همکارم به شما نشون میدیم. همیشه یادتون باشه از حرکات ایستاده آغاز بکنید، ضربان قلبتون بالا ببرید، چند حرکت کشش انعطافی، نشسته و خوابیده، میشه یک برنامه کامل، برنامه آمادگی جسمانی برای این روزهایی که در این شرایط کرونایی قرار داریم. کفش ورزشی ما پامونه، شما هم میتونید داشته باشید به شرطی که خود تلفنی کرده باشید، کفش مناسبی باشه، لژ داشته باشه، صاف نباشه و میتونه استفاده بکنه. اگرم نداشتید ضرورتی نداره. حالا با این چوب چه کارهایی میشه انجام داد؟ ما خدمتتون میگم. امروز میخوام حرکت ایروبیک یا هوازیمون رو با این انجام بدیم. ببینید چوب رو در دستمون با دستانی برعکس گرفتیم. همزمان که دستا رو خم میکنیم مثل حرکات روزایی باشه، یک پا رو به عقب میبریم. ببینید من چندین نوع حرکت ایروبیک رو به شما نشون دادم، آموزش دادیم. شما میتونید هر دفعه که تمرین کنید یکی از اینها رو انتخاب کنید، 20 ثانیه، 30 ثانیه، 40 ثانیه یا بیشتر هم انجام بدید. موقعی که یاد گرفتید مثل همیشه حالا سرعتش رو اضافه بکنید که هدف ما هم سرعت اجرای این حرکته، چرا که باید ضربان قلب رو بالا ببریم، قلب رو هم آماده بکنیم. ضمن اینکه این تمرین برای تقویت ساعد جلوی بازو تمرین بسیار مناسبی است. اما جو سریعتر ببینید، حالا میتونید سرعت زیاد کنید، میتونید یه تایم داشته باشید، مثلا ببینید 20 ثانیه توانش داری، 30 ثانیه، 40 ثانیه، 1 دقیقه، هر چی بیشتر و بهتر و بتونید حرکات بعدی برنامه رو انجام بدید. الان احساس بکنیم شما زمان رو داشتید، سپری کردید با چوب ورزشی. حالا چه کار میتونیم بکنیم؟ امروز برنامه ما کامل به چوب اختصاص داره. چوب رو با دستای برای سیب گرفتیم، همزمان که دست رو ثابت کشیده به طرف جلو میریم، یک پا رو به صورت صاف و کشته به عقب میبریم. ببینیم به این صورت، یک، تونستی پا رو هم بیشتر بیا بالا، دو، ببینید به این صورت. بستگی به آمادگی جسمانی داره، میتونید روزهای اول کمتر پا رو بیارید، کمتر خم بشید، ولی مطمئن باشید با تمرین و برنامه ریزی مناسب روزهای آتی میتونید به شکل مطلوبی مثل این که همکارم انجام داد شما هم انجام بدید. ببینید کاملا دستات مرد جلو کشیده است، یک پا رو به عقب میبریم، یک پا رو به جلو، کشش مجموع عضلات دست و شان و عضلات اسکلتی، تقویت پایی که به حالت تکیه واقع رو داره و افزایش تعادل عمومی حاصل این تمرینه. خب بعد از اجرای این حرکت چه حرکت دیگه میشه انجام داد؟ اما جان بینچه بیست، حالا همزمان اون دستمون رو صاف و کشته به طرف جلو میبریم، بریم جلو. دست ها رو که کاملا خم کردیم، آرنجمون در جلو بود، زانوهای خودمون رو خم میکنیم. ببینیم به این صورت نگاه بکنیم، همینجا بمون. عضلات ساعد جلوی بازو، شانه ها، عضلات شکم سفته، عضلات ران، عضلات ساق پا حاصل این تمرینه. این رو گفتم که بدون چه دست از حرکات عضلات درگیر این تمرینه، بسیار مهمه. از چوب حالت یک میله هالتر استفاده میکنید، محکم تو دستتون میگیرید، فشار میارید، باز تقویت انگشتتون میشه. مرکز رو که پایین میارید، وزن بالاتن روی پاهاست، طبیعتا پاها رو درگیر و تقویت کردید. دستا رو هم که آرام خم و راست میکنید، باعث تقویت بیشتر عضلات دستایی با میشه. خب بعد از اجرای این تمرین میریم سراغ حرکت بعدی. دوباره چوب رو با دستای معمولی پا بسته هم میشه، یک کمتر دستای معمولی بگیریم. خیلی خوب، دست رو جلو نگه میداریم، بازم مثل حرکت قبل آرام یه بار پاره میریم، اینجا دست اینجا نگه میداریم، صاف میکنیم، خم میکنیم، میذاریم زمین. ببینید الان میخوام تعادل اون میتونم بسنیم، یک، پا صاف، خم، پا رو رو زمین میذاریم. متوجه شدید؟ پس شروع میکنیم، دست که یه ذره اومد پایین، زانو بالا میاد، اینجا کمی زانو رو صاف میکنیم، آرام پامون رو روی زمین میذاریم و به تناوب 4 شماره به پای راست و 4 شماره به پای چپ.
این توضیح بدم دوستان عزیز بیننده، ما از شما نمیخوام خیلی خوب و کامل مثل این حرکت رو انجام بدید. روزهای اول میتونی لرزش داشته باشی، تعادلتون کمه، پاتون کم میاد بالا، خوب صاف میشه، اصلا اشکال نداره. ولی با تمرین بعد از مدتی میتونی حرکات رو به شکل مطلوبی انجام بدید. بعد از اجرای حرکت میخوام روی زمین بنشینیم، بازم با چوب استفاده بکنیم. رنج بشین. خب ببینید، پاها بسته است، پنجه روی پنجه‌مون هم میدیم داخل، دستامون کشته در بالای سر با چوب قرار داره. الان خیلی هم که دستشون بیارن بالا میبینن که پشتشون یه مقدار قوز داره، متوجه هستین؟ ببین به این صورته، دست بدن بیار پایین اینجوری، هر کار میکنن صاف نمیشه. این به خاطر نشستن‌های طولانی در محل کار، بد نشستن، عادت‌های غلطه. ولی صحیحش که این به این صورت، یک، دوباره دست رو میاریم جلو، یه ذره خم میکنیم بدنمونو، دو، دوباره میبریم بالا. ببینید کاملا عضلات اسکلتی رو به طرف بالا، دست بیشتر بیار جلو. ببینید به این صورت یه مقدار گرد میکنیم عضلات رو، خوب میبریم بالا، سینه‌مونو بیرون، سعی میکنیم بازوها رو به گوش‌ها در بالا نزدیک میکنیم. یکی از تمریناتی است که باز هم برای دوستان عزیزی که احساس کنن شونه‌هاشون در جلو به هم نزدیک شده، احساس تنگی نفس دارن، عضلات سینه‌شون کشش مناسب نداره، پشتشون گرده، از اون تمرینات مناسبی است، مخصوصا برای رانندگان و کسایی که رانندگی زیاد می‌کنن و زیاد روی صندلی می‌کنن، محیط کارشون با اون شکل غلطی قرار می‌گیره. خب بعد از این حرکت استراحتی به بدن خودمون میدیم، این بار دست‌ها رو در بالای سر دوباره نگه می‌داریم. حالا پا هم استفاده میکنیم، همزمان که دست اومد پایین یک پا رو صاف و کشته بالا و پایین میکنیم. ببینیم به این صورت، یک، دست که میره بالای سر آرام پا رو روی زمین میذاریم، از پای دیگه استفاده میکنیم. یکی دیگر از تمریناتیست باز هم برای تقویت پا، عضلات لگن، عضلات شکم. میبینید حرکات متنوعی وجود داره که شما بتونید مجموعی از عضلات بدن رو به کار بگیرید به شکل صحیح با آمادگی بیشتر و انشالله با امید خدا که هدف این برنامه هم هست همیشه سالم و تندرست باشید. 7-8 شماره که انجام دادید با همین حالت با پای خم دراز میکشیم. کف پامون زمینه، دستامون در جلوی صورت قرار داره، صاف و کشته. ببینید دوستان، الان سر ما رو زمینه، خیلی مشکل آرتروز شانه دارند، برای پیشگیری چیکار کنیم؟ سرمون رو زمینه، فقط آروم شونه هامون رو بالا و پایین میکنیم. ببینید فقط شونه هامون بالا و پایین میشه به این صورت، انگار یه وزنه در بوده پشت سر روی زمینه، فقط شانه هامون رو بالا و پایین میکنیم. یکی از حرکات بسیار مناسبی است برای اینکه ما دچار آرتروز در قسمت شانه هامون نشیم، این هم متاسفانه یه مقدار شایع. خب بعد از اجرای حرکت، حالا این بار هم شانه و سر رو در حد توانمون کمی بالا و پایین میکنیم. ببینید به این صورت، نگاهمون به چوبه، آرام به حالت اول برمیگردیم. ببینید عضلات پشتی رو روی زمین میذاریم، چه اتفاق میفته؟ الان که من دست به عضلات همکارم میزنم، عضلاتش سفت و منقبضه، یعنی فشار مناسبی رو عضلات شکمه ما میاد که همگان آرزو دارن که از عضلات شکم کوچیکی داشته باشن، چربی های اضافی نداشتن و تقویت مناسبی در قسمت عضلات شکم خودشون داشته باشن. یکی دیگر از تمرینات بسیار مناسب همین تمرینه که ملاحظه فرمودید. خب حرکت بعدی، هنوز یه حرکت دیگه هم وجود داره. چوب رو گرفتیم، دستامون رو میبریم عقب، در حالت کشش مناسب دوباره مرکز رو بالا میاریم، انگار که در بالای سر یکی داره چوب های شما رو میکشه. ببینید چه کشش مناسبی رو انجام میدیم. عزیزانی که مشکل افتادگی شانه پشت گرد دارن، موقعی که دستشون به عقب میرن راحت نمیتونن دستشون رو زمین بذارن، ولی تکرار که بکنین میبینید که دست شانه ها در راستای بدن قرار میگیره و دیگه اون مشکلات خم شدن به جلو، دردای گردنی، دردای شانه ای سراغ ما نمیاد. آرام دستا که به عقب میره شکم رو به طرف بالا هدایت میکنیم به این شکل با بازم 8 شماره. خوب است امروز، خدا را شکر. دیدید با استفاده از یک وسیله ارزان قابل دسترس در محیط خانه، در این روزهایی که دچار کشور ما و کل دنیا
دچار عارضه کرونایی هستیم میتونیم استفاده بکنیم، حرکات متنوعی رو انجام بدیم که در برنامه آتی هم خواهم گفت و به سلامتی خودتون مثل همیشه کمک شایان بدید. از اینکه امروز با ما بودید، افتخار دادی برنامه ما رو نگاه کردید، ممنون و سپاسگزارم. تا فرصت بعد برنامه دیگر بدرود.